به ادامه خبرها توجه فرمایید. دولت آمریکا توضیح در مورد موشک‌های بالستیک را یکی از موضوعات مطرح در مذاکرات رژیم ایران باید راضی شود تا درباره موشک‌های بالستیک خود در مذاکرات بر سر برنامه اتمی توضیح دهد. وی قبلا و در آستانه دور دوم مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 و رژیم ایران که هفته گذشته در وین برگزار شد تأکید کرده بود بر اساس توافق ژنو که آبان ماه گذشته به دست آمد، موضوع برنامه موشک‌های بالستیک هم بخشی از دور دوم گفتگوها خواهد بود. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد پرونده اتمی رژیم آخوندی گفت تنها یک معیار موفقیت برای رسیدن به یک توافق جامع با رژیم ایران هست و این وقتی است که رژیم دیگر به سلاح اتمی دست پیدا نکند و جامعه بین المللی اطمینان یابد که ماهیت برنامه اتمی این کشور صلح‌آمیز باشد. وندی شرمن افزود در توافق جامع ما دنبال این هستیم که چطور می شود چک و تایید کرد و چه اقدامات مادی باید انجام شوند تا ما و جامعه بین المللی اعتماد حاصل کنیم که ماهیت برنامه اتمی رژیم ایران صلح‌آمیز است و اینکه آنها به سلاح اتمی نرسند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ارتجاع مذاکرات هسته‌ای رژیم ایران با گروه 5 به علاوه 1 را به جنگی مهم تشبیه کرد و گفت به طرف غربی خوشبین نیستیم. به گزارش خبرگزاری اطلاعات آخوندی باهنر گفت ما تمایلی به مذاکره درباره حقوق بشر و توان نظامی و موشکی نداریم. آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش داد ابعاد ذخایر اورانیوم رژیم ایران که مورد بیشترین بحث و جدل بود به طور چشمگیری برای اولین بار در 4 سال گذشته به دنبال توافق مهم اتمی با قدرت‌های بزرگ در نوامبر کاهش یافت. در نتیجه موجودی گاز اورانیوم غنی شده 20% اکنون کاملا کمتر از میزان مورد نیاز برای یک بمب قرار دارد. این ذخایر از نزدیک تحت مراقبت می باشند. ادامه خبرها. آخوند جنایتکار توی سرکانی نماینده خامنه‌ای در بسیج ضد مردمی از تشکیل گردانهای خاص در این ارگان سرکوبگر و انجام تمرین‌های اعضای آن در قرارگاه‌های مخصوص خبر داد. وی هدف از تشکیل این گردان‌ها را دفاع از مرز و بوم ایران اعلام کرد. تشکیل نیروی جدید در ادامه اقدامات رژیم برای مقابله با قیام‌های مردم به پاخواسته ایران صورت گرفته است. رسانه‌های حکومتی در گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از خرید و فروش و کرایه کودکان در ایران تحت حاکمیت آخوندها خبر دادند. به بخشهایی از این گزارش‌های تکان‌دهنده که بازگو کننده گوشه‌هایی از زندگی کودکان محروم در حاکمیت رژیم ضد بشری آخوندی است توجه فرمایید. به دو خبر از نقاط جهان توجه فرمایید. به دنبال فراخوان در اعتراض به قانون جدید محدود کننده شبکه اینترنت در ترکیه، شنبه شب هزاران نفر در این کشور علیه این قانون دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات در استانبول منجر به درگیری با پلیس شد که 10 نفر از تظاهر کنندگان توسط پلیس دستگیر شدند. مدت کوتاهی پس از تجمع معترضان نیروهای پلیس به سوی تظاهر کنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کرده و سعی کردند با ماشین‌های آبپاش آنها را متفرق کنند. این فراخوان در سایر شهرهای ترکیه من جمله آنکارا و ازمیر نیز داده شده بود. در جریان برگزاری دومین دادگاه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر، دادستان این کشور مرسی را به ارسال اطلاعات سری مصر به سپاه پاسداران رژیم ایران متهم کرد. خبرگزاری فرانسه در همین رابطه گزارش داد مرسی و 35 تن دیگر از سران اخوان المسلمین متهم شدند که مدارک سری دفاعی را
به قصد ایجاد بی‌ثباتی در مصر به سپاه پاسداران تحویل می‌دادند.